چشم دل باز کن که جان بینی آنچه است آن بینی گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه بینی دلت همان خواهد وانچه خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا و با تشکر از جناب فرزاد در اتاق فرمان که برنامه رو اداره می کنند و همچنین مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا با برنامه دیگر از به دنبال آفتاب در خدمت شما هستند. عرضم حضورتون که مقدمتا درود میفرستم به روان پاک کسانی که در ایران با تلخترین دهانی پیمانه مرگ را نوشیدند از دست این جلادان و این کسانی که با ایران و ایرانی مخالفند و همچنین درود میفرستم به همه جوانان کشورمون ایران و زنان که در خیابانها با شجاعتی کم نظیر که مورد تقدیر و توجه جهانیان قرار گرفته و زنان ایران را سربلندتر از گذشته نموده و براشون آرزوی موفقیت و پیروزی این انقلاب یا این شروع به اصطلاح برنامه انقلابی اونها دارم امیدوارم این آرزو به تحقق به پیبنده و ما به زودی شاهد آزادی و سربلندی کشور عزیزمان باشیم عرض کنم حضورتون که خب در هر انقلابی و در هر اعتراضی و یورشی و مبارزه‌ای در هر جای دنیا قیمتی است که باید پرداخته شود و متاسفانه با این رژیم به اصطلاح اسلامی که به نظر من حتی اسلامی هم نیستن ایرانی که نبودن از روز اول کما که گفتن که آقای خمینی میگفت که ملیت با اسلام مخالف است و بنابراین انتظار داشت که اسلام و جمهوری اسلامی باشه ولی من اعتقاد دارم که نه تنها من چون بنده بزاعت و علم قضاوت در مورد بعضی از مسائل مذهبی رو قطعا نخواهم داشت و ندارم ولی اون چی که از گفته های بزرگان اسلام دین مذهبی ما کسانی هستند که مراجعی هستند که مورد احترام جامعه هستن منطقه شاید بعضی در ایران باشند و در خارج از ایران مثل مثلا عراق هستن یا جاهای دیگه هستند اونها هم میگویند که این رژیم اسلامی نیست یا در بعضی از گفتار اونها میگن ضربه ای که آقای خامنه ای به تشیع زده هیچ کس در دنیا در تاریخ تشیع نزده است چون اون چی که از خونریزی و خوناشومی خونآشامی و ضرب و جرح زنان و دختران و بچه ها بر در هیچ کدام از مکتب های مذهبی و غیر مذهبی انسانی دیده نشده است بنابراین این جای درود و سپاس داره از زنان شجاع و دختران شجاع ایران به خصوص از دختران دبیرستانی که نور چشم خانواده های ایرانی هستند بعضی وقتها من فکر می کنم که این کسانی که نیروهای نظامی رو میفرستن تو خیابون اولا اینا دستچین شده هستن چون امکان نداره که یکی انسان باشه و جز نیروهای مثلا حفاظت باشه ولی مثلا بره و عرض کنم حضورت که یک دختر خانم زیر ایج یا اندر ایج به قول اینجا یا و کم سن و سال رو موهاش بگیره و پرتش کنه و باتون بزنن و بعضی از اینها رو زخمی کنن و بعضی از اینها رو بکشن کما که اون اسرا که یک دختر شهید حالا اگر لفظ شهید یه دی پسندن حداقل شهید راه انقلاب و پیروزی ایران باشه چگونه اون رو کشتن و تمام این داستان ها به نظر من انقدر احمقانه است که اینها حاضر نیستن این داستان هاشون رو فرم دیگری بدن میگن این که هر کسی تو این داستان ها کشته میشه یا میگن خودش خلق آویز کرده یا اصلا قرار بوده خودکشی بکنه یا سگ اون رو به اون حمله کرده یا داروی قبلا میخورده اثرات داروی 14 سال پیش به بعد بوده یعنی یه چیزایی میگن من فکر میکنم اینها این ها رو میزنن که ماها رو عصبانی کنن و بگن که مثلا یه چیزی میگیم که اینها رو بسوزونیم و میدونیم که دروغ هست ولی مخصوصا دروغ میگیم چون حتی اگر آدم دروغوی هم باشه اینقدر دروغ فاحش نمیگه یا در هر کار غیر رشنالی غیر منطقی باز هم یه منطق وجود داره درش در, در بردش یعنی جامعه شناسان میگن که در هر رش، ای رشنالی باز هم یه رشنال وجود داره خب شما حداقل در دروغ گفتن در جنایت به نظر من این نوع سفسطه بازی و دروغگویی نشانه ضعف کامل و نشانه سقوط قریب الوقوع است و بعد مسائلی که در زندان اوین متاسفانه اتفاق افتاد ببینید جمهوری اسلامی تا به حال از این صحنه های دلخراش زیاد داره سینما رکس آبادان رو به آتش کشیدند که بیندازن به پای نیروهای نظامی دولت گذشته که باعث سقوط بشه و مردم انقدر بسوزن از این حالت وحشتناک و این کشتار وحشتناک که مثلا پایه های حکومت را سوستر بکنن و سقوط حکومت را میسر سازند حالا سوال اینجاست اگر شما فکر می که بالاخره مدارکی موجود است که شما این سینما را به آتش کشیدید و این جنایت را مرتکب شدید آیا همین خیالی که برای رژیم گذشته می کردید که اگر مردم بشنوند که کار اونهاست رژیم سقوط میکنه آیا فکر نمی کنید که وقتی به خود شما منتصب شد و کار شما بود بالاخره در حافظه ملت ایران میماند و یک زمانی همون باعث شل شدن پایه های غیر درست شماست و میتونه این پایه ها رو سستر بکنه مسلما درستی و منطقی در اون آتش زدن سینما رکس نبود بعد از اون شما میدیدید که در کشتار وحشیانه دهه شست که دل هر انسانی رو به درد می آورد، هنوز در خاطره همه است درست است که بعضی ها می گویند خب مثلا این کشتار مربوط به جنرال های گذشته بعدش مثلا سازمان های سیاسی غیرو ولی اینجور کاملا نیست حتی در اون کشتار هم با همون منطقه کشتار هم خیلی کارهای غیر منطقی و کشتار وحشیانه انجام شد من یادم بچه های همین دانش آموزی بودن که در دبیرستان یا بعضا در سالهای اول دانشگاه اینها سمپات بعضی از سازمان های سیاسی قرار گرفتن بعضی هاشون خب عوض بودن ولی بعضی ها یعنی حدود میشه گفت پنجا درصدشون میشه با اطمینان گفت اصلا نمیدانستند که این سازمان ها چون تازه هم بود کی به وجود آمدن اطلاع نداشتن که این سازمان ها وجود دارند و بعدم روزنامه ای از اینا میفروختن یا تو مدارس یک سمپاتی نشون میدادن تمام اینها رو تیرباران کردن بچه هایی که اصلا نمیدونستن علوم سیاسی چی هست و بعد نهایتا فجایع دیگری که اتفاق افتاد همین پی اس 752 هواپیمای اوکراینی که یکی از جنایت های بی سابقه بشر در طول تاریخ است که یک کشوری مسافران خودشون رو به دست نیروهای خودشون با اطلاع اینا رو بزنن و این هواپیما رو سرنگون کنن و جنازه های این بچه ها و زنان و مردانی که اکثرا هم دانشجو بودند و بایستی به محل کارشون در کانادا برمیگشتند اینها را چنان طعمه حریق و کشتار دست جمعی بکنن و بعدم با وقاحت تمام نمک بر زخم این عزیزان بریزند و اینها رو بگویند که مثلا یه مبلغ ما میدیم یا اسمینار رو جز شهدا میذاریم چیزهایی که خود خود اونها رو هم زیر سوال خواهد برد که اصلا کلمه شهید و شهدا تعریف داره حتی در منطق خودتان شما هواپیمایی که تو آسمون داشته میرفته نه جهادی بوده نه جنگی بوده نه در راه خدا میرفته نه در راه شما میرفته خودتون اینا رو اینا شما قاتل هستید و بعدمون اون فرمانده سپا بیاد اصلا بگیم وقتی که من اینو شنیدم شنیدم که از خودی ها زدن تا سه روزم البته مخفی میکردن میخوام بگم که اون هم یک جنایت بود و این جنایت آخر در اوین اون هم از اون داستان هاست به نظر من در مورد اوین آتش بازی و پرتاب نارنجک های خفقان زا یا خفه کننده و صداهای مهیب به طور که این کارشناسان نظامی میگن و بعدم کشتار تالا میگن هشت نفر و شست نفر زخمی ولی آمار میگن بالاتر از اینه هم زخمی ها بعضی از بین خواهند رفت همینم کشتار روز اول میگن بالاتر از اینه به نظر من در این مورد یکی میخواستن به این دختران و پسران شجاع ما یادآوری کنند که فقط مسئله اگر تو خیابان بیایید و اعتراضی بکنید مسالمت آمیز آنچنان که الان دارید انجام میدید فقط این نیست که ما بعضی از شما رو دستگیر میکنیم و بعد میرید زندان حالا طویل مدت یا مدت کوتاه نه ما میتونیم در همون زندان هم شما را به قتل برسونیم این یک به نظر من هشدار این, این نیست که هر... به هر قیمتی هست این معترضین رو به خانه ها برگردونن و این حماقت محض است شما وقتی عده معترضین رو بدون اینکه جواب اعتراض اونها رو به صورت منطقی بدید و مشکلات اونها رو حل کنید خب اگر خونه هم برگردن دوباره یه ماه دیگه میان بیرون دو ماه دیگه بیرون میان کما که این رقم تظاهرات تعداد تظاهرات و کشتار سال دیماه 96 آبان 98 و الان 401 اینها تکرار همون فجایه است و تکرار همون آرزوها و درخواستهای مردم ایران هست این کشته شدن در حقیقت محسا امینی که یک نامی در تاریخ جهان ماندگار خواهد شد این به دلیل اینکه شعله ای بود که در کشوری مثل ایران پر از باروت آماده بود و اون را منفجر کرد هر چیزی که این مردم از دست این دولت سختی کشیده بودند کارگران معلمین بازنشستگان مالباختگان فقر و بدبختی انان گسیخته هاشی نشین ها اونهایی که روی پشت بام ها میرن شب میخوابن که ندارن منزلی ندارند و زندگی ندارند اقتصاد ورشکسته بانک های ورشکسته اختلاس دزدی و هزاران هزار از این موارد هست که شما جوابگوی آن نبودید و نیستید دولت ناکار آمد شما فقط این دست به اون دست میکنه که حالا ما بریم با خود مقامات بیت همراهی کنیم بلکه نیروهای نظامی رو هم همدست بکنیم که اینا رو سرکوب کنیم سرکوب که نه منطقی است نه و نه جواب خواهد داد و شما تا کی میخواید سرکوب کنید اگر آمدی دیدید که در خیابان ها دفعه ده میلیون نفر نشستند تو کف خیابون بخواد بازم میخواد سرکوب کنید دولت ناکارآمد اینجاست که متوجه نیست سرکوب اگر جواب بدهد برای مدت بسیار محدود و بعد از اون هم بایستی جواب این اعتراضات رو به صورت منطقی بدن و آرزوها و تقاضاهای معترضین را برآورده کنند و کشور رو به خودشون بازگردونند بنابراین این مسائلی است که متاسفانه دولت ناکارآمد رئیسی میداند باید بعدم شما میگید که خب مردم تو خیابان نیان یا اگر آمدن شعارهای مثلا هنجار شکن به قول خودشون اولا این هنجارها رو کی تعریف کرده کی در دنیا مقدس هست مگر اگر شما تو آمریکا به رئیس جمهور آمریکا توهین کردید کسی شما رو بازداشت میکنه مگر کسی مقدس هست در هیچ جای دنیا که شما توهین به رهبری رو زندان میفرستید یک یا دو سال زندان داره این قوانین مندرآوردی در هیچ جای دنیا وجود نداره ولی شما چه راه مناسبی رو برای به اصطلاح ارائه این اعتراضات دارید انتخابات شما که شورای نگهبان از دم همه رو رد میکنه و کسی آزاد نیست که در انتخابات شرکت کنه شما حتی مقامات خودتان هم که به زور همونا رو به مردم تحمیل کردید همونا هم اجازه نمیدید که در انتخابات رد صلاحیت میکنید این رد صلاحیت هیچ محدودیتی نداره شب میخوابن فردا صبح تصمیم میگیرن که کی رد صلاحیت باید بکنیم کی رد صلاحیت نکنیم انتخابات رو به مسخره بگیریم و در حقیقت مردم رو ناامید کنیم شایدم بعضی افراد نفوذی اینجوری عمل میکنند که ما بیایم به کلی ریشه این انتخابات رو بزنیم و تبدیلش بکنیم به یک شیر بیال و دوم و اشکم و بگیم آقا همینه دیگه این همیشه هم انتخابات و یه آدم بی سواد شیش کلاسه رو بیاریم بر یک کشور پهناور و خردمند به عنوان رئیس جمهور معرفی کنیم که حتی یک یه خط رو نمیتونه از رو کاغذ بخونه این ناکارآمدی سیستم هست تمام این که من ارز کردم از اختلاس ها دزدی ها راندخاری ها ارزم حضورتون که سرکوب اعتراضات ورشکستگی بانک ها ورشکستگی اقتصادی همه اینها از ناکارآمدی دولت است دولتی که دلار ما که هفت تومن بوده شده سی و سه هزار تومن این اقتصادی است که شما دارید در همه زمینه های دیگه هم همین است اصلا مردمی که جوانانی که تو خیابون هستن نمیدونن به آینده ای نخواهند داشت کسانی هستن که آینده ای نخواهند داشت میدونن که آینده اونها هم به قول آقای علی دایی که میگو یک مستخدم میخواستیم بگیریم برای خونه یه نفر فوق لیسانس آمده بود رزومه داده بود که من بخوام مستخدم خونه شما بشم که میگو من گریم گرفت وضعیت مملکت به اینجا رسوندید شما در هر صورت بنابراین اون چه که کفه یعنی ته دیگ بود آمد سر کفگیر با مرگ محسا امینی یک جوان 22 ساله که به امیدی برای گذراندن مرخصی دو روز سه روز هرچی به تهران آمده و در بد به ورود یک آدم ناجوان مردی اینجوری این دختر رو به حلاکت میرساند با اون شم که در مسائل پزشکی گفتید بسیار از پزشکان دنیا که ما رو گفتار ما حساب میکنیم اون رو رد کردن به اضافه این که ما میدانیم که پزشکی قانونی مجلس هیچ کدام از اینها مستقل نیست در همین هفته گذشته که آقای زیبا کلام صحبت میکرد میگم یک رژیمی است که نظام من نیست اصلا نظام نیست چون نظام این است که مثلا یه سازمان های مخصوص به خودش داره قوای مختلف هست که مستقل هستن مثل قوه مجریه مقننه مجلس نمیدونم همه اینها دانشگاه ها کانون های سنفی هیچ جا ایشون مدعی است که هیچ جای اینها مستقل نیستن یعنی مجلسی است که فرمایشی است اصلا مستقل نیست بلکه روز اول وسیله شورای نگهبان اینا رو میارن و اگرم در این مدت هم خطایی بکنن هم شورای نگهبان اینا رو ور میداره یا اگرم بر نداره ارازل اوباشی که در خیابان هستن کفش میزنن تو سرشون یا اینا رو از راه های دیگری تهدید میکنن خود شورای نگهبان هم استق... در همون کارهایی هم که میکنه استقلال نداره رئیس جمهور هم استقلال نداره کانون وکلا هم استق... استقلال نداره نظام پزشکی هم استقلال نداره مسلم بدونید به همین خاطر خانواده محسا امینی خواسته بودن که یک گروه پزشکان به اصطلاح مستقل این پرونده رو رسیدی کنن که اجازه ندادن هیچ وقت هم اجازه نمیدن چون خودشون هم که میدونن که چه کار شده که در هر صورت چیزی که امروز میخوام خدمت شما عرض بکنم راجع به شکست فاحش جمهوری اسلامی در تربیت نسل جوان هست ما اون موقع ها که انقراب شده بود خب این دولت یعنی این نظام به همه بدگمان بود به همه و همیشه می گفتن تعهد از تخصص بالاتره این شعار اولیه این نظام بود دیگه تعهد به کی؟ به این نظام که آقای خمینی هم میگفت که حفظ نظام اوجب واجبات است این دستور آقای خمینی بود پس بنابراین اگر یک کسی میخواست وزیر بشه ولی بی سواد بود ولی تعهد داشت به این نظام میگفتن بیا وزیر بشه نمیدانستن که این ضرباتی که این آدم تعهددار میزنه جبران ناپذیر خواهد بود به همین نظام و ریشه این نظام را شل خواهد کرد و عاقبت نابود خواهد ساخت که شد تعهد مقدم بر تخصص این شعار اولیه انقلاب بود بنابراین ها همه گذشت بعد از ماهای یعنی نسل همون از نسلی که اینها رو سر کار آورده بودن به اونها اطمینان نداشتند گفتن ما باید بریم به نسل جوان که مثلا الان وارد زندگی انقلابی شدن در کشور انقلابی به اصطلاح روی اینها روی تربیت اینها روی برینواش اینها کار کنیم و اینها رو جوانان انقلابی وابسته به نظام اسلامی بار بیاریم این اصلش بود که از بچه یه چار پنج ساله که میخواست بره مدرسه خب هجاب داشت مقنعه داشت مقنعشون تو کیفشون میذاشتن یا رو سرشون میذاشتن و بنابراین این اتفاقات باعث شد که عرضم حضور شما که خب سر صف سرود از شود که انقلابی میخوندن پرچم آمریکا رو آتیش میزدن مرگ بر آمریکا میگفتن و همه این شعارها که شما شنیدید و دیدید و بعدها در مدارس به قانون کانون پرورشی درست کردن به کسانی که به عنوان مربی پرورشی بودند و تمام اینها همه دستور می گرفتن وزارت آموزش پرورش که بتوانند این جوانان رو از خانواده هاشون از نظر فکری جدا کنند و متعلق به این نظام فکری مندرآوردی در حقیقت چون عرض کردم اول برنامه که هیچ کدام از به مقامات مذهبی شیعه اینا رو تایید نمی کنن. خود اونها میگن اینها بیشترین ضربه رو هم به تشیع و هم به تسنن زده هم به دین اسلام زده چون در حقیقت دین اسلام دین رعفت و شفقت و اینجور چیزها رو ما میگفتن اون موقع ولی یک اده آدم کش از تو این سر در بیارن یه عده راندخار اختلاسگر دزد و بعد بخوان سرنوشت این مملکت 80 میلیونی رو به دست بگیرن بدون نظر جو بین و بی توجه به, مقا... به سلام مقررات و قوانین بین المللی بی توجه به حقوق انسانی حقوق بشر بی توجه به قواعدی که در جهان حاکم هست نسبت به احترام به انسان تمام اینها رو ریختن بیرون نه قطنامه های شورای امنیت نه قطنامه های مجمع عمومی سازمان ملل شاید در این دوران چل سال می شود به جرأت گفت که هر سال جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر محکوم شده چهل قطنامه هر سال قطنامه اینو اهمیت ندیدن هنوز این فرستاده سازمان ملل در مورد حقوق بشر بهش ویزا ندادن که وارد ایران بشه هیچ دوره ای در حالی که اگر شما مشکل ندارید خب اجازه بدید افراد مال سازمان ملل بیان ببینن اونجا رو اجازه ندادن اینا بی تفاوتی نسبت به نظم جهانی است و نهایتا از بین رفتن منافع ملی ایران و بی احترامی به فرهنگ ایران به ملت ایران در حال که مردم ایران هیچ سهمی از این وقایع و از این جنایات نداشتند دوره های آقای خاتمی آمد گفت که تشنج زدایی در خارج و قانونگرایی در داخل که اون هم خودش اعتراف کرد که من یه رئیس جمهوری هستم که به عنوان تدارکات چی دارم کار میکنم نه رئیس جمهور نه قانونگرایی اتفاق افتاد و نه تشنج زدایی در جهان بلکه بعد از این اینشون رو که بر، رفت کنار افرادی دیگری آمدن به خصوص زمان آی احمدی نژاد که گفت در کشور کنای خوش خسخاشاکی بیشتر نیستند و در خارج کشور هم گفت که انقدر قطنامه بدهید تا قطنامه دانتان پاره شود این حاصل سیاست نابهنگام و ناجور و خلاف منطق و رشنال بین است که داشت و بعد نهایتا این فجایه همینجور ادامه داشت و این اصول اصلاح طلب ها یا چی ها که چهل سال البته اونا هم جرمشون کمتر از اصول گراه ها نبود بلکه بیشتر چون این اصول اصلاح طلب ها ها در حقیقت استمرار طلب بودن به نظرم اصلاح طلب اسم درستی نبود اینا ریفورمستی هم اگر بودند قدرت نداشتند میدانستندم که قدرت, قدرت ندارن نه آقای خاتمی آقای روحانی آقای روحانی که این قولهایی که داد در این هشت سال همش خیانت کرد خودش هم خیانت کرد حالا غیر از اینکه که دست و پاشو بسته بودن خودش هم خیانت کرد حاضر نشد بیاد در تلویزیون بگه نمیذارن من کار کنم پس در حقیقت اصلاحچی ها هم بیشتر از اصولگراها به این مملکت خیانت کردند و به همین دلیل هست که آقای خامنه ای وقتی که صحبت از لرزش پایه های این حکومت به بیان میاد تأکید میکنه که همه شما رو خواهند گرفت فقط این نیست که منو بگیرن بارها گفته و همین اصلاحچی ها گفته که اگر فکر میکنید شما چون اصلاحچی هستی و فرض کنید یه شعارهایی دادید که هیچ وقت جامعه عمل به خود ندیده ولی اگر بیان شما را اعدام میکنن شما دستگیر میکنن چون خیلی از این راندخارها و اختلاسگران جزء شما هستند قتلهای زنجیرهای در زمان های خاتمی اتفاق افتاد حمله به کوی دانشگاه هیجده تیر در زمان های خاتمی بود و بسیاری از این چیزها اون اتوبوسی که میخواستن از در نویسندگانی که میخواستن پرت کنن میگفتن اونهایی که میخواستن این کار بکنن اصلاح طلب بودن پس بنابراین اینها همه از یک آبش خورمیان و همه با هم در نابودی مملکت سهیم هستند و به همین خاطر هست که مردم شعار میدن که مرگ بر اصل ولایت فقیه یا با تمامیت گروه همگی باید از این رژیم برن بیرون از این مملکت بنابراین صحبت که من داشتم این است که یک شکست فاحش از سی سال یا سی و پنی سال تربیتی که با برنامه ریزی با عوض کردن کتاب های درسی با سرود هایی که سب... اول صبح می با تعیین گروه های پرورشی اینها در ظرف این مدت نتوانستند کوچکترین به اصطلاح موفقیتی داشته باشند و الان همون بچه ها در خیابان هستند و مرگ بر ولایت فقی می گویند و جالبترین است که اون مدرسه شاهد بیشتر بچه هستند که از خانواده های مذهبی هستند. انتخاب شده است مدرسه شاهد از همون خانه از همون مدرسه که در حقیقت اونم انتخاب انتخاب هست از اونجا دانش آموزان بسیار شجاع ما علیه این حکومت شعار دادن و متاسفانه این عرازل و اوباش یکی از بهترین گلهای اون مدرسه را کشتند و بعد هم مقامات نظامی یا مقامات کشوری بدون توجه به اینکه اصلا موضوع چی بوده رسیدگی بکنن نه همون موقع که افراد رو میکشن اگر از مثلا از فرمانده کل کشور بپرسید دقیقا میگه نه این دروغ هست و این مثلا سگ بهش گازش گرفته بوده یعنی اصلا حاضر نیستن اعتنایی به جان انسان بکنن شاید در کل تاریخ چون این چیزی رو شما ندیدید و نخوانده اید از حجم قصاوت و حجم حیوان صفتید بنابراین ارزم این بود که در پروژه تربیتی دانش آموزان یا دانش یا افراد به سلام متولد دوران انقلاب شکست سختی خوردن و این شکست قطعا بدانید که در داخل خودشون و در سخنرانی های که نه ولی در همون میتینگ هایی که دارن ملاقات هایی که میکنن و همدیگه خواهند گفت کما که من مطمئنم وزرای قبلی آموزش پرورش قطعا این مسائل رو از ده سال پونزه سال پیش می و اینها رو به دولت ها ابلاغ کرده بودن که این راه که تو می روی به گورستان است جوان به یک وسیله مسلح هستند که اون دنیای دیجیتال هست دنیای جدید دنیای اینستاگرام و فیسبوک و توییتر و هزاران به اصطلاح وسیله دیگری که دنیای اینترنت و دیجیتال براشون آورده هر خبری که اتفاق میفته اینا ده ثانیه بعدش متوجه میشن دنیای علم دنیای دیگری است دنیای اجتماعی دنیای پسرخاله و دختر خاله نیست یا پدر مادر یا پدر مزورگ اونها البته نسبت به خانواده نسبت به مملکت رسپکت دارن همین که آمدن تو خیابون هلان. اونها کمرنگ نشده ولی اطلاعاتشون بیشتر شده میدانن که شما دیکتاتور هستید میدانن دیکتاتوری یعنی چی میدونن اعتقاداتی که شما به اونها میگید ولی پشتش اختلاس و دزدی و راندخاری و اینا هست سازگاری نداره هرچی شما پنهان کنید از هزاران جای دیگه این اخبار به همین دانش آموزان میرسد و حالا خوشبختانه میگن دنیای دیجیتال در آینده نیز دنیا را کنترل خواهد کرد بنابراین ما میدانیم که این مسئله باعث شده که دانشجو دانش آموز خانواده ها اولا یک کنکشنی بین و مللی داشته باشند یه اتفاقی که مثلا در استرالیا میفته از در علمی از در سیاسی از در اجتماعی ده ثانی بعدش برای کسانی که دنبالش هستن متوجه میشن یه زمانی که جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده و نیمی از دنیا اصلا نمیدونستن که جنگ شده یعنی شاید مثلا ده روز یا حتی دو هفته از جنگ گذشته بود ولی هنوز نمیدانستند که جنگ،, جنگ, جهانی است ولی الان یک اتفاقی در مثلا فرودگاه تهران میفته اگر اینترنت رو قطع نکرده باشن البته ده ثانیه بعدش در ملبورن استرالیا یک دانش آموزی که رفته سفر میتونه بفهمه چه چیزی رو میخواد شما پنهان کنید با چه دنیایی میخواد به جنگی دنیای دیجیتال و چگونه میخواید بجنگید و چرا باید بجنگید اصلا اینها مسائلی است که من فکر میکنم من اگر جای این دولت بودم تمام این دولت مردان بی سواد راندخار و وابسته رو کنار میذاشتم و حتی اگر نمیخواستم که رسپکتی داشته باشم به این همه مردم فریخته افراد از مجامعه بین المللی دعوت میکردن و راه گشا باشن و کمک بکنن چون این راه که تو میروی به گورستان است و من اطمینان دارم که این شروع یک پایان هست این اعتراضاتی که این جوانان ما و خصوص زنان ما که باید به وجودشان افتخار بکنیم شما حتی به سنت ما اگر توجه کنید هیچ مردی به زنان حمله نمی کرد در محله ها اگر یک خانمی حتی داد بیداد می کرد یا توهین هم می کرد مردان با اون خانم روبرو نمی شدند احترام می زاشتند یعنی برای مادر خواهر برای زنان جامعه در فرهنگ قدیمی ما هم احترام خاص وجود داشت حتی اگر می گفتن نه ما با خانم ها دعوا نمی کنیم درخواست میکردن که اگه برادری شوهری کسی هست مثلا ما به اونها صحبت بکنیم و حتی درگیر بشیم اون وقت شما به این هایی که به این شکل وارد مبارزات شدن و حق در حقیقت درستی رم درخواست میکنن شما به اینها حمله میکنید به اینها اینها رو میکشید دختر بچه زیر سن رو میبرید موهاشو میگیرید با تو میزنید تو مغزش و میکشید این تربیت اسلامی شماست مطمئن باشید حتی یک مورد اگر همین اسرا که در اردبیل کشته شده این یکی کافی است که وجدان بشریت بیدار بشه همچنان که در مورد محسا امینی وجدان جهانی بیدار شده است وجدان جهانی بیدار شده. الان در هر دانشکده که هیچ در هر بازار و هر مغازه و هر ورزشگاه و هر, هر تفرجگاه اسم محسا امینی می درخشد. و این بسیار بسیار شکست فاحش و غیر قابل اقماز در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود و من اگر جای فرماندهان نظامی بودم استعفا می کردم حتی اگر این نظام را هم دوست داشتند باید استعفا می کردن چون ضربه که به تشیع زدن ضربه که به دین اعتقاداتی که خیلی هاشون از این نظام ندارن البته زدن و حیثیت این نظام و این دوران چل ساله رو زیر سوال اصلی بردن همان نیروی به اصطلاح گشت ارشاد و نیروی نظامی بود و در آینده خواهید دید که چگونه اونها محاکمه خواهند شد من حس میزنم حتی در همین رژیم هم اونها باید محاکمه بشند چون این که یه دختری از کردستان بیاد و به این شکل رو بزنید و بعدم دروغ بسازید و دو سه ساعت طول بکشه و بعد فلان اینا نمیشه مرسر مردم کلا گذاشت حتی از انسانی درست نیست بنابراین این ارز میکنم که همون دختر اردبیلی هم عین محسا امینی و مثل اون دویست و سی نفری که در حال حاضر تعداد های ما در این مبارزات در حقیقت فعلی هست همه اونها سربلند و سرفراز خواهند بود و تاریخ ساز آینده کشور نام همه اونها در تارک تاریخ ایران تاریخ معاصر ایران خواهد درخشید کما که اون دختری که در حقیقت بیرون آمده 16-17 سال و بعد ادعا میکنید که این رفته خونه یا رفته طبقه بالا و از بالا و از طبقه بالا خود پرت کرده یعنی شما یک چیزهایی میگید که به شعور انسان اهانت میکنید نیکا شاکرمی و چه عکس زیبایی چه دختر اینسنت و بیگناهی است چهره اینها رو که شما میبینید به نظرم حتی حرف ساده انسان نمیتونه به این بچه ها بزنه و این جنایت از دست جنایتکاران شما برآمده و برخواهد آمد و به نظر من راهی که جوانان ایرانی و زنان ایرانی در پیش گرفتند راهی بی پایان برای این است که تا پایان شما را اعلام کنند خواهد بود و من مسئله دیگری رو که باید ارز کنم با تشکر و سپاس گذار از ایرانیان خارج از کشور که برای اولین مرتبه تاریخ ساز در دنیا شدند هیچ وقت در تورنتو در هیچ قومی در هیچ ملیتی در هیچ گروه مهاجری در بین خود کانادایی ها یک گروه پنجاه و چند هزار نفری در خیابان های تورنتو ندیده کسی ما که در تمام این مسائل سیاسی و غیر سیاسی اطلاع داریم میریم میایم ندیدیم که همچین تظاهراتی تظاهرات سیاسی و خواسته های بسیار به حق با حضور بیشمار دختران و زنان در خیابان های کانادا باشه من فکر می حتی این نوشته ها و فیلم ها نگهداری بشه برای تاریخ کانادا و تاریخ جهان البته بسیار خوشحالیم که در اول اکتبر 22 اکتبر در برلین در واشنگتن و همچنین در تورنتو هم خواهد بود که گرد همای ایرانیان برای وابستگی خودشون و حمایت خودشون از همکاران و دوستان و زنان و مردان ایران در داخل ایران خواهد بود فکر میکنم به خصوص در برلین تمام اروپا شرکت کنند و در واشنگتن خواستن که کسانی که در نورت امریکا زندگی می به واشنگتن برند و در اینجا هم در دانتان تورنتو به اصطلاح برنامه حضور همگی و راه پیمایی که در دانتان خواهد بود پیش بینی شده که امیدوارم همه شما بتونید در اونجا شرکت بکنید و یک بار دیگر حماسه آفرین حماسه های گذشته باشید در هر صورت ما به پایان برنامه می رسیم از همه شما بینندگان گرامی تشکر و سپاسگزاری می کنم و همچنین از مهندس فرزاد در اتاق فرمان که برنامه رو اداره کردن و همچنین مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا تا چشم دل باز کن که جان بینید آنچه نادیدنیست آن بینید گر به اقلیم عشق رویاری همه آفا گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه بینی دلت همان خواهد و آنچه خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی